بچه ها سلام، من لنا هستم و خیلی خوش اومدیم به یک ویدیو دیگه توی کانال من. امروز میخوام به ترک ابی از جیدال ریاکشن برم که چون میخواستم که ترک جدید رو ریاکشن برم و متوجه شدم که اینا همه در جریان دیس زدبازی هاشونه، به خاطر همین گفتم اول ابی رو ریاکشن برم و بعد ترک جدیدی رو که منتشر کردن. بریم و بیایم تا ویدیو امروزمون رو شروع کنیم. خب ویدیو امروزمون رو شروع کنم، ممنونتون میشم اگر تا الان کانال منو سابسکرایب نکردین، کانال منو سابسکرایب کنید، برام کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون بمونه، دکمه زنگوله رو حتما بزنید، ویدیوهای پیشنهادی و موزیکای پیشنهادیتون رو توی دیسکورد به من پیشنهاد بدید و اینستاگرام من رو هم حتما دنبال بکنید. لایک هاتون هم باعث حمایت از من میشه و اینکه ویدیوها بیشتر به دوستاتون نمایش داده بشه. پس ممنون میشم اگر یه زحمت کوچولو بکشید و همین الان ویدیو رو لایک بکنید. خب ریاکشن امروزمون رو میخوام شروع بکنم. من میخواستم که به ترک جدیدی که ویدیوشو استوریاشو گذاشته بودم توی کانالم بین لیتو و جیدال بود به اون ریاکشن برم، ولی راستش بچه‌ها بهم گفتن که این در ادامه یه سری ترکای دیگه است، بهتره که اول از ترک ابی شروع بکنی، به خاطر هم میخوام امروز ترک ابی رو گوش بکنم. از خود کانال جیدال دارم این رو تماشا میکنم، لینکش رو براتون حتما میذارم و توی دیسکریپشن میتونید کلیک بکنید و وارد کانال جیدال بشین. جیدال رو من از کانال مدگل میشناسم و موزیکاش رو شنیدم و تو آلبوم بنفش که من گرفته بودم خریده بودم آلبومشون رو، اونجا هم صداشو شنیده بودم و از قبل میشناسم و به نظرم خیلی ترکای قشنگی بود. آلبوم بنفش رو من خیلی دوست داشتم. ببینیم که اینجا قراره که چه اتفاقی بیفته. ممنونتون میشم برای حمایت از خواننده‌ای که بهش علاقه من هستیم، حتما موزیکاشون رو از کانالایی که خودشون منتشر کردن گوش بکنیم. خب ریاکشن امروزمون رو شروع میکنم. ساما اقام ما بردیم نکن، کسی که واقعا ببره لازم نیست سر رو جوار بزنه بگه ما بردیم. بچه ها من قضیه هایشون رو زیاد نمیدونم، ولی سامان شما به من گفته بودین که یه فکر کنم ولی گفت پس، منظورش همین بود. سامان ویلسون رو میگه ما بردیم نکن، کسی که واقعا ببره لازم نیست سر رو جوار بزنه بگه ما بردیم. اگه به برد و باخته که 3-1 جلوین، اگه هم به گوخوری که شما 3-8 بردین، من آهنگ دادم مخاطبم شما دوتا بودین، هرچی هم گفتم فک بود به خود و خودتون. شما آهنگ دادین یه مش کسیرهای تخیلی بامزه، لفظهای دوم راهنمایی، وگرنه اگه به عروس بود که هرکی دوروبرت بوده و هست و خواهد بود آرزوشون یه شب عروس من باشن. اینم بچه ها ترک عروس فکر کنم مال زدبازی مهراد هیدنه. یه سری بچه ها به من گفته بودن که بهش ریاکشن برم ولی من تا حالا گوش نکردم، پس دیس جیدال بوده اون، نمیدونستم. بذلا مهمهات که تو عبد به قلبت نزدیک بشه. قبلنم گفتم و من ای میگم هر بارم، من فقط خودم و خود خودت درست دارم، خیابون و میدون راستن همه حرف آمن، تشکه ایران نرم مثل ابی قافیه نداشت. خوزکار هرچی چهار فیکه مخه با کره همار جنده، یه روز پاریس تقوه میزدم یادی کردم ارفا میگه نبره جی جی چمر داری دیس میکنه، یه روز پاریس تقوه میزدم یادی کردم جی ارفا میگه نبره اسمو با کارت تم میگه بزن قید شعارش سر حرفم سفته و خواهی زدبازی خزه همون قکه لیتو چاقاله اینو فکته برنخوره خیلی زدبازی و چچ لیتو هم چاقاله این فهمیدم الان یه سر قضیه هاشونو دارم متوجه ایلی به تو اون توفنگ فرضی و بازی خزه همون قکه لیتو چاقاله اینو فکته برنخوره خیلی به تو اون توفنگ فرضی و بس جی به تو کف دوی مامی جوس میده بیبی لیتو جون بگیره خوب بکنه اسکی دریکو شنیدم دل تنگه برای جیدال هفتاد دیاد میباره عشقا تو رو لیلی بلالات یکی میذاره اما جیدال هفتاد توی ایران تنهایی زندگی کوتاهی بچه جیدال هفتاد چیه اینو نمیدونم، فکر میکنم که مثلا شاید آلبوم قدیمی جیدال باشه. تو رو لیلی بلالات یکی میذاره اما جیدال هفتاد توی ایران تنهایی زندگی کوتاهی فرصت زیاد نشدن خواهی مال کسی یه بار داشتم میخوام بهم بگن روح چاد مردم یه ایران اون دنیا فکر کنم رضا شاه شما برین تو به ایران صلوات اون روز اون میگه نمیخوام منت کسی رو بکشم که اگه میشه بگن رضا شاه چون الان همه برگشتن به اون دوران قبل که میگن کاش رضا شاه برگرده روحت شاد
بگن روح چاد مردم یه ایران اون دنیا فکر کنم رضا شاه شما برین تو به ایران صلوات و بابا خایم الکیرم تو هدفات و آره آمریکایی ما تو شهاب سه بیاین ست تایی نمیدیم تلفاتو قبلا هم گفتم و من ای میگم هر بارم من فقط خودم و خود خدا ترس آمد بحال بود خیامون ها میدونن راستن همه حرف آمد تشگ ایران نرم مثل اوی چند تا بگه مرا سر چهال بپره چو سینه این رستوران با ساش منو تو چطونم که غلط آمارش درشو خوب بگرد شاید باشه شایم پدرشو باید تنگ بپوشی نمیاد شیشیپه چون لات بازی ها تو من ریچ کیته افکر این کنسل پرات میریختش مراد کریسی و میکردیم بیریختش تو هم دیس منو تو رو بده ولکندایی تو رپر ازبولایی اینجا هم که داره میگه نفهمیدیم رپ کنی یا بسیجی داره تیکه میندازه همچنان به سراب ام جی فکر میکنم نیفتی هستی جی نفهمیدین رپ کنی یا که بستی جی خواستی پولدار ترشیه در راه قبل چرا خواهی ملتر شدی تدریجی میگه قهرمانی ولی دروغ قصه توی سینه مردم گلوله حیرت تو خوندی تو گلوله خوکوله کیرفت بودی با اون که نونو زد خونه ملت میگه بودی با اونایی که نونو زدن تو خونه ملت یعنی تو با اون آدمای دولتی هستی یا حالا هر چیزی داره مشکلاتو میگه که مردمی که واقعا بهشون زنش میگه چرا طرفدار اونایی تو هیچ چیزی نگو تو خوندی توی لوله کوکوله کیرا بودی با اون که نونو زد تو خونه ملت مشروع نیستین دیگه مثل نظام جیدال جولیو رپ مثل سزار اسرائیل شما بشه صدام شده وقت رحلتتون مثل امام بچه و خدایی بعضی تیکه هاش قشنگه من خیلی خوش آمد اصلا شما بشه صدام شده وقت رحلتتون مثل امو قبلا هم گفتم و من ای میگم هر بارم من فقط خودم و خود خدا ترس دارم خیامون ها میدونن راستن همه حرف آمد تشگ ایران نرم مثل ابی افسانم مثل ابی افسانم تیکه چه جواب دومشو گفت ابی هم الان خیلی خواننده معروفیه دیگه هممون میدونیم که از سالها پیش افسانه مثل ابی افسانم با اینکه ایران بر نمیگرده ولی افسانه شده خیلی باحال ایران نرم مثل ابی افسانم هم تو همون مخفی توهم مخفی توهم که هیدن رو مخفی توهم چیزه چقدر اسم ترکشو باحال انتخاب کرده بعد چقدر اینجاشو قشنگ گفت تا الان یه تیکشو نمیگفت بعد یه آخر موزیک گفت خودش یه هنر جالبی بود به نظر من توی شعر گفتن هم تو همون مخفی توهم اگه حال سارم بود جایش زیر پام بود یا پام توش بود تا ساق نمیدونم پام توش بود تو ساق آل استار که بچه راک استار یه چیزی از شما به من گفتین منم داریم داره به اون میگه یه ترک فکر کنم شاید هم بالا بچه زدبازی که من گوش نکردم نمیدونم اگه آل استارم بود جای سیر پام بود یا پام توش بود تو ساق نمیدونم مهمان بودی تو بلند تو رپ فارسی مهمان بودی همیشه مهمون این آهنگ مهمون اون آهنگ آره یارو یک بود و دو بار ما راش باید دست گوریشن استداده بچه شنیده بودم که کلن تا حالا موزیک تکی فکر میکنم لیتو نداده اگه حالا لیتو منظورش هستش دیگه صد درصد همیشه توی ترک های دیگه من شنیدم صدای تا حالا خودم به شخصا نشنیدم ترکی که تکی لیتو خونده باشه آره یارو یک بود و دو بار ما راش باید دست گوریشن استعداد امروز شما زیر خوابای 10 سال پیشم از استعداد نزنی باز لاف جایی استعداد چیه تو بازی آفکاری چی آوردی به ازاد و چال جون بیبی لیتو رو پایدار دارین کاستوم لیتو رو بده به ازاد لیتو رو مسخره کرد ولی چیز خوب خلصه رو گفت چی گفت این دیگه شوی بایی آفکاری چی آوردی به ازاد و چال جون بیبی لیتو رو پایدار دارین کاستوم لیتو رو پایدار دارین این بل طرفداری لیتو رو کردیم طرفداری خلصه رو کردیم جا کی آوردی به ازاد و چال جون بیبی لیتو رو پایدار دارین نه سب کن یک دو سه زیر خوابای 10 سال پیشم از استعداد نزنی باز لاف جایی استعداد چیه تو بازی آفکاری کی آوردی به ازاد و چال جون بیبی لیتو رو پایدار دارین
لیتو رو از پایدار داره، یعنی پایدار بوده که لیتو رو آورده بوده. تو بازی آفکاری کیو آوردی به ازاد و چال جون بیبی، لیتو رو هم پایدار دارین. کاستوم زده باستو سر من کیرم امنی که تام فورد بردن. آقازاده ها کنسرت میدن چون رپ کنم اون یه دونه پاسپورت ندارن. نریم بهتون بیشتر دایی بازتون کنم مثل تیغ جرایی. یه رپر خوب دارین سپر خلص خوب بگردین، اونم از هیچ کس داریم شمرون. یه رپر خوب دارین اونم سپر خلص خوب بگردین، اونم از هیچ کس دارین. هیچ کس خرسل آورده بود اینجا طرفدار خرسل رو کرد از گروهش یه نفر خوب گفت خلص خوب بگردین، اونم از هیچ کس داریم شمرون. پاریسندن آنتریو جر میدم من توی دوزاریو لفظ و صورت مرغابیو یکی جمع کنه پیرمرد قنداقیو آنالیز کن بوده من چاقال ارتوری پیرمرد قنداقی مهراد هیدن رو داره میگه بچه ها درست دارم میگم چه شده داد کسنش بالاتر از اون چیزی که به نظر میرسه یکی جمع کنه پیرمرد قنداقیو آنالیز کن بوده من چاقال ارتوری مختی و شام زدم سال آدم توی سامان الکولی بابا شرگویی باشه نمیذاره بیام پادکست مسیح راستی هم که اسکل یا گوش ندادی یا داری تحریف میکنی که ذهنها رو بشونی زده ما. من گفتم همه بریزم بیرون حقا که تخمه جمهوری اسلامی با پاس انگلیسیت که میری لندن خوب واسه غزه و فلسطینی که تارا توش پاتو نذاشتی میری بمونی ولی واسه ایرانی که توش زندگی میکنی و هی فرقشو میفروشی خبری نیست و اصلا رو گفتیم سیاسی نیست یه سری چیزا یه بار همدردی کن فقط همدردی کن اصلا نگو ولی خفه شو عجب ترکی بود خدایی بچه خیلی پشیمونم که چرا زودتری ترک رو نشنیده بودم واقعا باحال بود یه سری تیکه خیلی تیکه های عالی بود خیلی خوشم اومد و اینکه الان تازه متوجه تیکه های لیتو شدم شاید به خاطر این من توی ترک فرش داره متوجه نشدم به خاطر این بودش که شاید اینو نشنیده بودم و الان روشن شد یه سری چیزا واسم خب الان دیگه وقتشه که بریم دیسترک جدید جیدالو به لیتو گوش بکنیم بعد از اون استوریه و چیزایی که با هم دیگه رد و بدل کرده بودن البته تو این ویدیو نمیشه بعد بریم تو ویدیوی بعدی مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین خیلی باحال بود اینم و مرسی که اینقدر به من پیشنهادشو داده بودین از قبل خیلی گفته بودین ولی خب چون الان پیش نیومده بودش هی من تو لیست گذاشته بودم ترک های دیگه بالاتر بود نوبت این ترک هنوز نشده بود دیگه به خاطر اینکه می‌خواستم قشنگ قضا رو سردر بیارم گفتم اینو زودتر گوش بکنم دمتون گرم بعد تیکه هاش سه تیکه های پانکلاین های واقعا سنگینی بود به نظر من نظر شما در مورد این ترک چی بوده به نظرتون قوی بود تو کامنت ها برای من بنویسین تو سرم خیلی نظرتون در مورد جیدال و این موزیک بدونم اگر از ویدیو من خوشتون اومد برمیرتون میشم که تنگیم سابسکرایب کنید برای من کامنت انگلیسی بذارید که سابسکرایبتون بمونید ویدیو رو اگر دوستشین لایک بکنید و اینکه منتظر ریاکشن بعدی باشید خیلی دوستتون دارم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون بشه بچه‌ها